همیشه می گفتم قلب من بود وقتی رفت قلبم رو با خودش برد دختر هایدی آندرینا خودش را در سال 2017 دقیقا یک ماه قبل از تولد 18 سالگی کشت اوایل امسال او فهمید دخترش تصاویر خودکشیش را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته موبایل آندرینا از زمان مرگش باز نشده بود. وقتی هایدی وارد تلفن شد با یک حساب خصوصی قفل شده مواجه شد جایی که آندرینا همه تلاش هایش را در مواجهه با مشکلات روحی و خودزنی ثبت کرده بود. Had... سخت ترین بخش ماجرا تصاویر مربوط به ساعت های آخر عمرش بود. او was... مرگش رو به صورت زنده در اینترنت پخش کرد. So Our room. This is where... او به آنها اجازه داد روی تلفن دخترش تحقیق کنند. آنها به هزار حساب خصوصی قفل شده در 20 کشور جهان دست یافتند. آنها محتوای مشابه و غالبا آزاردهنده منتشر می کردند و در میانشان حدود چهارده خودکشی فقط در نروژ. Among them, least 14 other suicides in Norway alone. این روزنامه نگار میگوید این نو شبکه ها مشوق رفتار مضر و خطرناک هستند. سن متوسط 18 ساله. یه عالم کمک و حمایت تو و بیرون بیمارستان هست. با چه مشکلاتی مواجه شدین؟ وقتی محتوای مربوط به خودزنی و خودکشی رو به اشتراک میذارین توجه بیشتری جلب میکنین. as time has حالا که زمان گذشته و من دیدم چه چیزایی پست کرده و او چقدر در اینستاگرام فعال بوده فهمیدم اینستاگرام جون دختر منو گرفت این چیزیه که احساس میکنم اینستاگرام basically took my daughter's life. That's what I feel. اینستاگرام انتشار محتوای مربوط به خودزنی و هر چیزی که مشوق خودکشی باشد را ممنوع کرده. اما بعضی کاربران حالا تصاویری انتظایی در این مورد منتشر می کنند. We want to be able to come to ما دوست داریم مردم به بی اینستاگرام یا از خودشون بگن. اما به شدت خودمون رو مسئول میدونیم که مطمئن بشیم کاربران تو امنیتند و با محتوای بالقوه مزر مواجه نمی هایدی میگوید ای کاش درباره زندگی اینستاگرامی آندرینا بیشتر با او حرف زده بود به های دیگه میگم که اشتباه منو تکرار نکنیم با دختراتون حرف بزنین دربارش حرف بزنین کاترین نای BBC